بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. مجموع احکام صادر شده ی زندان برای مسلمانان اویغور 4,400,000 سال است. رئیس شورای استان کربلا پیشبینی ورود 30,000,000 زائر به کربلای معلا برای گرامی داشت 40 را داریم. و ادامه فعالیت‌های مؤسسه مسبال حسین در ایام زیارت 40، جابجایی زائران بزرگسال و کمتوان با ویلچر. وقت شما بخیر. یک پژوهش جدید حکایت از آن دارد که مجموع احکام صادر شده برای مسلمانان اویغور 4,400,000 سال می باشد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. پژوهش جدیدی از دانشگاه ییل تلاش می کند تا هزینه های سرسام‌آور سرکوب گسترده ی حزب کمونیست چین علیه اویغورها و دیگر اقلیت های ترک در سینکیانگ را مشخص کند. طبق این گزارش، از آنجایی که پکن عنوان برنامه بازداشت های خودسرانه دست جمعی را به مبنایی به ظاهر قانونی اما در حقیقت غیر واقعی برای زندانی کردن مسلمانان اویغور تغییر داده، طی این هفته مشخص شد که دادگاه های چین ساکنان سینکیانگ را مجموعاً به 4,400,000 سال زندان محکوم کردند. در این گزارش که در مرکز مطالعات نسل کشی مکمیلان در دانشگاه ییل تهیه شده آمده است، این نوع از سرکوب که به ظاهر قانونی شده عمیقا نگران کننده است و شدت خشونت آن کمتر از نوع قبلی نمی باشد، بلکه گسترده تر و غیر انسانی تر نیز شده است. در واقع رویکرد جدید چین در مجازات اویغورها را باید مضرتر دانست، چرا که حجاب مشروعیت قانونی بر آن پوشانیده شده و به همین علت امکان نظارت بین‌المللی بر آن وجود نداشته و نقض حقوق بشر را قانونی جلوه می‌دهد. برنامه ضد اویغور در اواخر دهه 2010 مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و در سال 2021 توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان نسل کشی معرفی شد. از آن زمان بررسی‌های بین‌المللی با تأخیر مواجه شده، زیرا پکن به دنبال اصلاح دیدگاه‌های بین‌المللی نسبت به حاکمیت خود بر سینکیانگ است. تخریب مساجد یا تبدیل کاربری آنها در راستای چینی سازی اسلام و سایر تلاش‌ها برای تبدیل شهرهای مسلمان نشین به مقاصد گردشگری از جمله تلاش‌های پکن در این راستا بوده است. دادگاه‌های پایگاه داده قربانیان سینکیانگ در مورد بیش از 62,000 قربانی خاص با استفاده از منابع متعدد از جمله اسناد لو رفته از پلیس چین که در اختیار مراکز حقوق بشری قرار گرفته حکایت از آن دارد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته مجموع احکام صادره زندان برای مسلمانان اویغور 4,400,000 سال است. این گزارش میگوید مجموعه داده‌های به دست آمده از قربانیان سینکیانگ تنها کسری از اندازه واقعی رفتار با زندانیان را منعکس می‌کند و اعداد واقعی بسیار بیشتر است، در حالی که مقام‌های چینی برای مسلمانان اویغور به صورت غیر واقعی سوابق جنایی ایجاد می‌کنند، در صورتی که تقریباً 90% از این موارد در سینکیانگ با واقعیت مطابقت ندارد.
سایر جنبه‌های به دست آمده از جنایات چین علیه اویغورها حکایت از تلاش پکن برای از بین بردن یک قوم را نشان می‌دهد. در پایان این گزارش آمده است جمعیت اویغور همچنان از حفظ جوامع خود منع می‌شود. این موضوع زمان مدیدی است که باعث ناتوانی کامل این قومیت شده و پیامد آسیب‌های آن غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر است. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی، از مشهد پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای جمشیدی خراسانی، سلام و عرض ادب. سلام علیکم. بنده هم عرض ارادت و سلام دارم خدمت هم حضرت عالی و هم بیننده های محترم شما. زنده باشید. به نظر شما چه راهکارهای بین المللی و داخلی برای آشکارتر شدن جنایات چین در قبال مسلمانان اویغور و اجبار دولت چین به رعایت حقوق بشر وجود داره؟ بفرمایید. بله، جناب بفرمایید، مسئله اویغورها یا کلا مسئله استان سینکیانگ مسئله امروزه نیست. یعنی از دیرباز چین با اویغورها مشکل داشته و خب مسئله اساسش اینه که سینکیانگ یکی از استانهای خیلی مهم چین و تقریبا میشه گفت که یکی از استانهای مهم اقتصادی برای چینه و با توجه به حضور 11 میلیون مسلمان اویغور در اونجا خب یک مقدار آقای خراسانی صدای منو دریافت میکنید؟ بازه صداتون قطع و وصل میشه آقای خراسانی. بله صدا ما دارید؟ بله الان واضحه، بفرمایید. خواهش میکنم. حالا میخوام بگم، یعنی عرض میکردم که مشکل اویغورها مشکل قدیمی هست و خب چین هم تا جایی که بتونه و تونسته اهرم‌های فشار رو علیه اویغورها خیلی زیاد کرده. یعنی شما اینطوری حساب بکنید، خبرهایی که به درز میکنه، چون ما کانال خبری که نداریم از اویغورها که ما برسه روال عادیه، خبرهایی که از اونجا درز میکنه خانمها رو تجاوز میکنن، نیروهای نظامیشون، نیروهای ارتششون، حتی مثلا تهاجم گروهی، یعنی ارتباطات گروهی با اونها دارن، قطع نسل میکنن، یعنی یک بخشهایی رو بردن که دیگه به قول معروف دیگه نتونن بچه بیارند و این نسل کلا از بین بره. یعنی سیاست دولت چین برای اینه که این مجموعه از بین بره. یعنی این سیاست چین هست، حالا به انواع گوناگون بچه هاشون رو ببرن جای دیگه آموزش بدن، آموزش زبان چینی به اینها بدن، اویغور کلا در پی از بین بردن نسلن، اگه نسل رو نتونن از بین ببرن لاقل فرهنگ و مجموعه از بین ببرن. حالا شما حضرت عالی فرمودید که چه راه حل‌هایی، اینا بفرمایید. اولینش اینه که ما بتونیم اطلاعات خوب و درستی از اون مجموعه به دست بیاریم. اطلاعاتی که ماها داریم الان اطلاعات عمدتا غربی است، اطلاعات غربی هم بی‌طرفانه نیست. حالا حداقل میدونیم که درگوریشه‌های در واقعیت داره، ولی خب خیلی بی‌طرفانه نیست. اونا هم چون به دنبال تامین منافع خودشون هستن از ناحیه چین، با به دنبال جنگ سرد هستن با چین، خب اطلاعات خیلی اطلاعات درست حسابی به دست ما نمیرسه، ولی همانقدر که میرسه میدونیم که اونها در جهت نابودی این قوم دارن تلاش میکنن، یعنی چینی ها منظورم است. حالا یکی از کار اینه که ما اطلاعاتی که از اون طرف داریم این اطلاعات رو حداقل در اختیار مردم بگذاریم، یک و دو دیگران که اگر بتونیم ارتباط پیدا بکنیم با خود همین اویغورها عرض بگذارن بین خودشون و جدایی طلب ها، چون یک مرتبه زندگی خود 11 میلیون مردمی هست که در اونجا زندگی میکنن و یک مرتبه افرادی هستن که به عنوان تشکل های سیاسی یا نیروهایی که سازماندهی میشن و به عنوان نیروهای افراطی، نیروهایی که حتی در کشورهای آسیای میانه دست به اقدامات زدن شبیه مثلا طالبان یا شبیه داعش و کار اینچنینی و بعضی از اینا حضور پیدا کردن در این مراکز، یعنی یک ذهنیت اینچنینی رو ایجاد کردن حتی برای مسلمان های چین. بله ممنونم. با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی که از شهر مشهد با ما همراه بودند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت کشور عراق اعلام کرد تا کنون بیش از
200,000 زائر پس از اتمام زیارت اربعین امام حسین علیه السلام کشور را ترک کردند. مقداد میری سخنگوی وزارت کشور عراق طی اظهاراتی گفت بیش از 5,000 خودروی نیروی انتظامی در مناطق مختلف شهر مقدس کربلا مستقر شدند تا در تأمین امنیت این زیارت مشارکت داشته باشند. گفتنیست عراق با فعالیت‌های مختلف دولتی و مردمی این روزها شاهد بسیج عمومی مردم و دولت با هدف برگزاری موفقیت آمیز زیارت میلیونی اربعین است و مسئولان امنیتی، بهداشتی و خدماتی برنامه‌های خود را برای فراهم کردن فضای مناسب برای زائران امام حسین علیه السلام فراهم کردند. در آستانه ایام اربعین حسینی صحن حضرت فاطمه سلام الله علیها در حرم مطهر علوی افتتاح شد. در همین راستا مسئولان آستان مطهر علوی شب گذشته صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در آستانه اربعین حسینی با حضور زائران افتتاح کردند. گفتنیست به مناسبت زیارت میلیونی اربعین میلیون ها زائر از سراسر کشور عراق و کشورهای دیگر به شهر نجف اشرف مشرف می شوند تا بعد از عرض ارادت خدمت مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام رهسپار سرزمین عشق شهر مقدس کربلا شوند. در آستانه زیارت میلیونی اربعین وزارت کشور ایران اعلام کرد تا کنون بیش از 2 میلیون زائر ایرانی از مرز عراق برای تشرف به شهر مقدس کربلا از کشور خارج شدند. مجید میر احمدی دستیار وزیر کشور و رئیس کمیته مرکزی اربعین در ایران گفت تا کنون بیش از 2,630,000 ایرانی برای زیارت اربعین ثبت نام کردند. وی در ادامه گفت وزارت کشور عراق در همه زمینه‌ها به طور کامل با ما همکاری می‌کنند و نمایندگان کاملا مجاز وزارت کشور عراق به صورت شبانه روزی در مرزها حضور دارند. روز گذشته اتوبوس حامل زائران ایرانی با تانکر سوخت در استان دیوانی واقع در 170 کیلومتری جنوب بغداد برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه روز جمعه در تصادفات رانندگی در عراق 2 عراقی و 1 ایرانی کشته و بیش از 70 نفر مجروح شدند که بیشتر آنها ایرانی بودند. در همین راستا سرهنگ حسین عبدالامیر پلیس راهنمایی و رانندگی عراق طی اظهاراتی گفت این حادثه منجر به فوت راننده اتوبوس عراقی و 1 زائر ایرانی و مجروح شدن 60 نفر دیگر از زائران ایرانی شد. جیمز آلدر سخنگوی یونیسف در مورد وضعیت وخیم کودکان سودان در بحبوحه جنگ و بحران آب و هوایی هشدار داد. سخنگوی یونیسف هشدار داد که کودکان سودان با وضعیت خطرناکی روبرو هستند زیرا جنگ داخلی و بحران آب و هوایی به طور بالقوه منجر به مرگ 10,000 کودک در ماه‌های آینده خواهد شد. آلدر همچنین از کمبود شدید مواد غذایی در سراسر کشور خبر داد که با محدود کردن کمک‌های بشردوستانه از سوی طرف‌های متخاصم این شرایط بدتر نیز شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که حمله اخیر علیه اقلیت قومی در میانمار موج دوم نسل کشی است. ایالات متحده در سال 2022 اعلام کرد که حملات ارتش میانمار علیه غیر نظامیان روهینگیا در سال 2017 1 نسل کشی است. اکنون 2 کارشناس در 1 نشست مطبوعاتی روز گذشته اظهار داشتند حملات اخیر علیه مسلمانان روهینگیا در غرب میانمار بدتر از سال 2017 است. وای وای نو مدیر شبکه صلح زنان در میانمار گفت بسیاری از اقوام، همکاران و دوستان من در ایالت راخین معتقدند این حملات بدتر از سال 2017 است و فکر می‌کنند که این موج دوم نسل‌کشی به شیوه وحشتناک‌تر می‌باشد.
با توجه به شیوع جهانی بیماری آبله میمونی و مشاهده موارد ابتلا به این بیماری در کشورهای همسایه مانند پاکستان، خطر ورود و شیوع این بیماری در ایران به شدت افزایش یافته است. همزمان با اعلام وضعیت اضطراری بین المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع آبله ام، مقامات بهداشت جهانی پاکستان نیز روز جمعه 26 مرداد از شناسایی اولین مورد فرد مبتلا به بیماری آبله ام خبر دادند. یک کنشگر محیط زیست در ایران با توجه به این موارد نسبت به قاچاق میمون رزوس از پاکستان به ایران هشدار داده و خواستار اتخاذ تدابیر سختگیرانه در خصوص نگهداری و قاچاق این گونه از میمون از پاکستان به ایران شده است. اداره ملی اقیانوسی و جوی پیش بینی می کند که سال 2024 ممکن است گرمترین سال تاریخ باشد. به گفته اداره ملی اقیانوسی و جوی، جولای 14 ماه متوالی رکورد گرما بوده است. این اداره پس از 14 ماه متوالی دمای جهانی با رکورد بالای گرما در ماه جولای اظهار داشت، انتظار دارد امسال به عنوان گرمترین سال ثبت شده در تاریخ نام بگیرد. بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل دچارند که یکی از دلایل اصلی مرگ و میر است و به نظر می رسد تا سال 2050 این آمار تقریباً 3 برابر شود. بر اساس مطالعه‌ای که روز سه‌شنبه در مجله جراحی مغز و اعصاب و روانپزشکی منتشر شد، شرکت کنندگانی که به اختلال شناختی خفیف دچار شدند در مقایسه با افرادی که از نظر قدرت شناختی مشکلی نداشتند، به ترتیب از 3 و 6 سال قبل از ابتلا هدفهای کمتری را در زندگی و رشد شخصیشان دنبال می کردند. افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف در مراحل اولیه از دست دادن حافظه یا سایر توانایی‌های شناختی قرار می‌گیرند، اما همچنان توانایی انجام دادن بیشتر فعالیت‌های روزمره‌شان را دارند. این وضعیت اغلب پیش درآمد شروع زوال عقل است. و خبری از شهر مقدس کربلا. قاسم علی‌یساری رئیس شورای استان کربلا پیش بینی ورود 30 میلیون نفر به کربلای معلا را در ایام زیارت 40 دارد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. قاسم علی‌یساری رئیس شورای استانداری کربلا از افزایش چشمگیر تعداد زائران برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت 40 حسینی خبر داد و در ادامه گفت کربلا با در نظر گرفتن تمامی تمهیدات لازم برای تأمین امنیت زائران و ارائه خدمات مورد نیاز به این مناسبت آمادگی کامل برای استقبال از آنان را دارد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، علی‌یساری همچنین اظهار داشت پیش بینی می شود تعداد زائران از نقاط مختلف عراق و جهان برای شرکت در مراسم بزرگداشت 40 امام حسین علیه السلام به 30 میلیون نفر می رسد. وی با اشاره به این که برای طرح انتقال معکوس زائران خارجی پس از پایان مراسم 40 هم پیش بینی های لازم در نظر گرفته شده است، افزود پیشبینی می‌کنیم شاهد تغییرات جدی در نحوه انتقال زائران نسبت به سالهای قبل باشیم و امسال افزایش چشمگیری در تمام زمینه‌ها رخ داده که با طرح‌های یکپارچه امنیتی و خدماتی در حال آماده شدن برای پذیرایی از آنها هستیم. قاسم علی‌یساری تصریح کرد مسافتی که زائران به سمت پایانه ها برای جابجایی طی می کنند حدود 2 کیلومتر در تمام محورهای مختلف خواهد بود که به تسهیل روند انتقال، کاهش ازدحام و حرکت روان کمک می کند. رئیس شورای استانداری کربلا با بیان اینکه استانداری کربلا در حال اتخاذ طرح جامعی برای تسهیل بازگشت زائران پس از پایان مراسم زیارت 40 است تأکید کرد
تلاش ها برای دستیابی به بالاترین سطح سازماندهی و خدمات رسانی در ایام زیارت اربعین ادامه دارد. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثمال حسین علیه السلام وابسته به دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در ادامه فعالیت‌های خود همچنان به زائران اربعین حسینی خدمات رسانی می‌نماید. عبدالصاحب الکشوان مدیر مؤسسه مثمال حسین علیه السلام بر آمادگی عوامل اجرایی مؤسسه و جوانان داوطلب برای ارائه خدمات رسانی به زائران بزرگسال در ورودی‌های شهر مقدس کربلا و داخل آن تأکید کرد. در آستانه مراسم گرامیداشت آیین زیارت اربعین، در حالی که مؤسسه مثمال حسین علیه السلام خود را برای خدمت رسانی به زائران آماده می‌کند، به اقدامات ویژه خود در رابطه با پروژه مهم راهبردی چشمانداز اربعین 2030 با حضور 50 میلیون زائر نیز ادامه می‌دهد. مؤسسه مثمال حسین علیه السلام از بدو تأسیس تا کنون تمام تلاش خود را برای خدمات رسانی به زائران ابو عبدالله حسین علیه السلام در طول سال به ویژه در ایام زیارت اربعین انجام داده است. از جمله فعالیت‌های اخیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثمال حسین علیه السلام اختصاص تعدادی ویلچر همراه با تعدادی از جوانان داوطلب برای مساعدت به زائران بزرگسال و کمتوان در امر زیارت می باشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مجموع احکام صادر شده زندان برای مسلمانان اویغور 4,400,000 سال است. رئیس شورای استان کربلا پیشبینی ورود 30 میلیون زائر به کربلای معلا برای گرامیداشت اربعین را داریم. و ادامه فعالیت‌های مؤسسه مثمال حسین علیه السلام در ایام زیارت اربعین، جابجایی زائران بزرگسال و کمتوان با ویلچر. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.